یک شب در اپرا، به عقیده خیلی ها معروف ترین بازی تاریخ شطرنج که توسط شاید با استعداد ترین بازیکن تاریخ یعنی پال مورفی نابغه بازی شده. آموزش شطرنج از 0 تا 100، درس دوم اصول شروع بازی و تدارکات یک حمله سهمگین از همان ابتدا با استفاده از اشتباهات حریف. توی درس اول یاد گرفتیم که 3 اصل اساسی شروع بازی، گسترش سوارها، گرفتن مرکز و امنیت شاه یعنی قلعه رفتنه که هر بازیکنی چه آماتور و چه حرفه‌ای توی بازیهاش باید اجرا کنه. ولی یه چیز مهمتر که در درس اول یاد گرفتیم اینه که زمانی که خودمون داریم این کارها رو انجام میدیم و مهره ها رو بیرون میاریم و مرکز رو میگیریم، حواسمون باشه که اگر بتونیم جلوگیری کنیم از اینکه حریف هم همین کارها رو بکنه. استادای واقعی شطرنج بازیکنایی هستند که طرحهای خودشون رو جلو میبرن و گوشه چشمی هم به طرحهای حریف دارن و نمیذارن حریف طرحهاش رو اجرا کنه. این بازی در سال 1858 یعنی 160-70 سال پیش در یک شب به یاد ماندنی در شهر پاریس فرانسه انجام شد. زمانی که پال مورفی جوان 21 ساله داشت از شهر پاریس دیدن میکرد، توسط یک دوک معروف به اسم دوک کارل به یک اپرای مشهور موسیقی ایتالیایی دعوت میشه و پال مورفی هم که یکی از علاقمندان به موسیقی بود این دعوت رو میپذیره. اما پذیرش این دعوت مصادف میشه با پذیرش چالشی که پال مورفی باید همزمان با دوک کارل و دوستش هم بازی کنه. یعنی پال مورفی یک ور صفحه میشینه و این دو نفر هم اون طرف به صورت مشورتی به حرکت مورد نظرشون میرسن. نقله که در اون شب پال مورفی انقدر مجذوب اون موسیقی میشه که اصلا صفحه رو نگاه نمیکنه و فقط در هنگام انجام حرکت دستش رو عقب میبره و حرکات رو انجام میده. پس شاید بشه گفت که پال مورفی این بازی رو به صورت چشم بسته انجام داده و اصلا صفحه رو ندید. بریم ببینیم شب به یاد ماندنی اپرا چه بازی هستش. نابغه شطرنج پال مورفی تو این بازی مهره سفید رو داشته و بازی رو با حرکت پیاده شاه یعنی E4 آغاز میکنه و تیم دو نفره فرانسوی هم با حرکت E5 جواب میدن. همونطور که میبینید هر دو جنگ بر سر مرکز رو آغاز کردن. مورفی شروع میکنه به بیرون آوردن سوارهاش و گسترش اسبش. اسب در اینجا خونه های بسیار مهمی رو کنترل میکنه و جای بسیار مناسبی رو داره. اما تیم فرانسوی بازی رو با حرکت D6 ادامه میدن که بهترین حرکت در این وضعیت نیستش، اما به نام یکی از مشهورترین شطرنج بازان تاریخ که فرانسوی هم بوده یعنی فیلیدور این شروع بازی شناخته میشه و به اسم دفاع فیلیدور در میان شطرنج بازان رایج هستش که البته امروزه هم توسط بازیکنانی مثل دانیل دوبوف و بقیه بازی میشه و خیلی بد نیست. اما بهترین حرکت برای سیاه بیرون آوردن اسب و دفاع از پیاده و کنترل مرکز توسط اسب بود که سوارهاش راحت تر گسترش داده میشدن. بعد از حرکت D6 گسترش این فیل سیاه کمی به درد سر میفته. پال مورفی میاد جنگ بر سر گرفتن مرکز رو آغاز میکنه. یکی از حرکت‌های خوب دیگه اینجا بیرون آوردن فیل و گسترش فیل در امتداد این قطر هستش. اما D4 جنگ بر سر مرکز رو سریعا آغاز میکنه. بعد از این حرکت شاید بهترین حرکت برای سیاه تعویض در مرکز و آوردن اسب سفید به جای خوبی باشه، اما شاید بشه گفت چاره ای نیست. البته بعضی بازیکنان هم با اسب توی خونه D7 از این پیاده دفاع میکنن. دقت داشته باشین که اینجا آوردن اسب به C6 باعث میشه که سفید اگه دلش بخواد پیاده رو بزنه و در نهایت بعد از زدن پیاده توسط سیاه سفید میتونه شاه سیاه رو از قلعه بندازه، چون اگر با اسب بزنه سفید یک پیاده مجانی رو اینجا میگیره. پس سیاه مجبوره با شاه بزنه و اینجا دیگه این شاه از قلعه میفته و هنوز هم تا آخر بازی فاصله زیادی هست و مهرهای زیادی توی بازی هستن. درسته که وزیرها بیرون رفتن و شاه خطر کمتری رو حس میکنه، ولی باز هم از قلعه افتادن شاه امکان خوبی نیستش برای سیاه. به همین دلیل بازیکن سیاه
و بازیکنان سیاه چاره دیگری میاندیشن و فیلشون رو بیرون میارن که اسب مورفی رو آچمز کنن. لازمه که بگم این حرکت هم لزوماً حرکت بدی نیست و شاید نهایتاً بشه گفت یه حرکت مشکوکه، چون که فیل شاید هنوز جاش مشخص نبود. مورفی میگه این پیاده رو بدین من و پیاده رو میزنه، همینجوری دستش رو میبره عقب، پیاده رو میزنه، چشم بسته بازی میکرده و شاید هم حرکات رو میگفته، حالا نقل های مختلفی وجود داره. اما حرکت بعدی سیاه دیگه قطعا اشتباه. اینجا خیلی از بازیکن ها وقتی آنلاین به خصوص بازی کنین توی سطح بالا، این لاین رو بازی میکنن و اینجا یه پیاده رو قربانی میدن و اسبشون رو میارن توی خونه 3-6 و شاید حتی ده 7، یعنی این دوتا خونه، و میذارن که سفید این پیاده رو هم بزنه و با فیل پس میگیرن. مثلا فرض کنیم از 3-6 بزنه، با فیل بزنه. حالا سیاه یه پیاده قربانی داده، ولی اگر دقت کنید سه سوارش بیرون اومده و سفید فقط یه سوارش. ولی داستان همین ها نیست. سیاه میتونه مثل بازی اسپاسکی وزیرش رو هم بیاره اینجا، اسبش رو بیاره اینجا و قلعه بزرگ بره. و وقتی قلعه بزرگ میره، مثلا فرض کنید یه چیز خیلی عادی رو من بچینم، فرض کنید اینجا سیاه قلعه بزرگ بره. وقتی قلعه بزرگ بره، این رخ سیاه در امتداد وزیر سفید قرار میگیره و خطرهای زیادی برای سفید ایجاد میشه. مثلا اگه فیلش هم بذاره اینجا، خب الان سفید اگر دقت کنیم واقعا مهرهاش جای خوبی رو ندارن و یه پیاده ارزش این رو داره. سیاه به سادگی حمله میکنه و خیلی وضع خوبی رو پیدا میکنه. در مقابل این اگر سفید بودیم، بهترین لاین اینه که اینجا فیلتون رو به خونه B5 بیاریم و این پیاده رو نزنیم. البته پیاده رو هم زدن خوبه، ولی انسانی من فکر میکنم فیل B5 حرکت بهتریه، چون اگر باز هم پیاده رو بزنه ما میتونیم با وزیر رو بزنیم و استری 5 یه پیاده رو اینجا نمیتونیم بگیریم. اشتباه کردم، اینجا سیاه میتونه رخ D1 ماتمون کنه. یه لحظه حواسم به این مات نبود. ولی خب اینجا سفید میتونه مثلا 3-6 رو بزنه، مثلا پیاده ها رو دوبل کنه و فرضاً یا اسبش رو D2 بیاره یا فیلش رو E3 بذاره و سفید به خاطر ضعف پیاده های اینجای سیاه بازیش بهتر میشه و بعدن هم میتونه اسبو بذاره D2. سیاه میتونه F3 رو بزنه، ولی این آخر بازی قطعا به نفع سفیده، چون این پیاده های جناح وزیر سیاه خیلی بدن. پس حواسمون به این باشه که نریم همینطوری مثل من پیاده خوری بکنیم که توی عرض آخر مات بشیم. خب اینم از این. پس میشه از 3-6 رو بازی کرد، اما این دو نفر توی این بازی تصمیم میگیرن که اسب رو بزنن. میگن یه تعویض ساده رو انجام میدیم، اگر حالا با پیاده پس گرفت ما میزنیم، اینو هم زد میزنیم، حالا اشکال زیادی نداره، سفیدم پیاده هاش دوبل شده، یه سوار دیگه هم عوض شد، به آخر بازی نزدیکتر شدیم. توی آخر بازی دیگه امنیت شاه خیلی ملاک نیست و اتفاقا فعالیت شاه ملاکه، که توی درس‌های بعدی قطعا بهش اشاره خواهیم کرد. اما مورفی میگه کی خواست حالا وزیرا رو بیرون بندازه، من با وزیر فیلتو میزنم و میزنم. حالا چه اتفاقی توی این بازی افتاده؟ یکی یه پیاده و یه اسب و فیل از بازی بیرون رفتن و اینجا سفید صاحب یه برتری شده در شطرنج که یکی از برتری‌های پایدار شطرنجه، به اسم برتری دو فیل. دو دسته برتری در شطرنج داریم به اسم برتری‌های پایدار و ناپایدار. برتری پایدار و استاتیک برتری هستش که میمونه و طی حرکات و زمان از بین نمیره. برتری ناپایدار برتری هستش که از بین میره، که بعداً به صورت مفصل راجبش صحبت میکنیم. برتری دو فیل پایداره مگه اینکه خودمون بخوایم از دستش بدیم. چرا میگیم برتری دو فیل؟ اگر ما دو فیل داشته باشیم، این دو فیل معمولا میتونن خونه های زیادی رو کنترل کنن. هر فیل در مرکز صفحه میتونه 13 خونه رو کنترل کنه و بعد از کنترل این 13 تا خونه، اون یکی فیل هم میاد میشه 26 خونه و این هماهنگی کنترل خونه های سفید و سیاه میتونه خیلی به نفع باشه. مورفی همونطور که میبینید فیلش رو از خونه F1 میاره 3-4 و حمله رو آغاز میکنه. اسم این درس هم این بود که ما چجوری از همون ابتدا حمله و فشار رو به حریف بیاریم. سیاه در بیرون آوردن مهرهاش و در گسترش اولیش دچار مشکلاتی شد که سفید میتونه با حمله سیاه رو دوچار درد سر کنه. سیاه میگه خب چه خیالی هست، من اسبم رو بیرون میارم، باید مواظب باشین اینجا مثل مات ناپلونی
نشین و زیرو فیل میتونن همکاری خوبی رو داشته باشن و مات ناپلونی رو انجام بدن. ولی سیا میگه خب چه اشکالی داره، من اسبم رو بیرون میارم و این خونه هم دفاع شد. اما این حرکت یک اشتباه بود و بهترین حرکت برای سیا وزیر د7 یا وزیر اف6 بود. وزیر جفتش خوبه، شاید وزیر اف6 بهتره. و بعد از اون مورفی تعویض نمیکرد و مثل بازی ادامه میداد که میدیدیم. ولی خب اسب اف6 طبیعی ترین حرکته، ولی باز هم یک اشتباه. ویدیو رو اینجا متوقف کنید. خودتون اگر سفید باشین چه حرکتی رو بازی میکنید؟ برای من توی کامنت ها بنویسید. امیدوارم که نظرتون رو نوشته باشین و این ویدیو رو هم اگه تا اینجا خوشتون اومده لایک رو بزنید. مورفی میتونه اینجا گسترش بده. اگه یادمون باشه گفتیم که مهره ها رو گسترش بدیم. میتونه قلعه بره گسترش بده، مثلا اسبشو بذاره C3، فیلشو بذاره G5. برتری خوبی داره، ولی اینجا به این نکته دقت میکنه که من میتونم به جای اینکه خودم گسترش بدم، گسترش مهره های حریف رو به مشکل بندازم. و اینجا مورفی خیلی یواش وزیرشو میذاره خونه B3 و یه حمله دوگانه کشنده رو انجام میده به پیاده های F7 و B7 و جفتش همزمان هم دفاع نمیشه. به این دلیل بود که میگفتم باید وزیر رو سریع تر بیرون می آورد و اسب رو بیرون آوردن خوب نبود. این دو بازیکن با همدیگه به این نتیجه میرسن که این پیاده رو نباید بدن. یعنی اگه بخوان اینو دفاع کنن اینجا که اصلا مات میشن، بازی تموم، وزیر و فیل شاه سیاه رو مات میکنن، پس این پیاده نباید داده بشه. پس ناچار وزیر رو بیرون میارن. یه فکر خوبی کردن، گفتن این پیاده رو نمیدیم، بذار اینو بزنه. به نظرتون اگه اینو بزنه چی میشه؟ چون سفید ظاهرا میتونه اینو بزنه و این رخ میپره. ولی یه فکر زیرکانه داشتن، گفتن این مورفی میگن و با وزیر خیلی خوب بازی میکنه، بریم وزیرش رو بیرون بندازیم، حالا یه پیاده هم عقبیم اشکال نداره. آخه این داستان برای من اتفاق افتاد، با یه استاد بزرگی بازی داشتم و یکی از دوستان عزیزم قبل بازی به هم گفت ببین این میگن با اسباش خیلی خوب بازی میکنه، برو اسباش رو از همون اول بازی بزن. خب اینجا اینا فکر کردن که مورفی با وزیر خوب بازی میکنه و برن وزیرشو بیرون بزن. مورفی میتونست اینو بزنه، واقعا این لاین خوب بود، یه پیاده کامل جلو میافتاد. اما میگه مال دنیا رو بیخیال، من فقط کیفیت رو میخوام، میخوام شاهتو مات کنم. و اسب رو میذاره 3-3 و از وزیر اینجا کیش جلوگیری میکنه. ببینید نقشه های حریف رو میخونه و براشون برنامه میریزه و ازشون پیشگیری میکنه. سیاه میگه خب جانمی جان بریم پیادمون رو دفاع کنیم. نه چرا نزدین؟ این چرا پیاده من نزد؟ مورفی هم میگه به همین خیال باشیم و فیلش رو گسترش میده. اگه دقت کنین الان مرکز، خط و خطوط و گسترش سوارها و امنیت شاه همه چیز به نفع سفیده توی این بازی و الان سفید خیلی چیزها رو همزمان در دست داره. سیاه توی این بازی خب الان به مشکل بزرگی برخورده. این فیلش همونطور که میبینید بیرون نیومده، این اسبش هم بیرون نیومده. خب میگه اگه این اسب رو بیارم بیرون این اینو میزنه، حالا رخ هم تکون بدم اینم هم میزنه و سفید تهدید از D5 رو داره. مثلا اگر رخ در B2 بزنین از D5 بازی تمومه، چون داره از C7 کیش میده و اینطوری سیاه نمیتونه بازی کنه. پس اسبم بیرون نمیاد. میتونه مثلا به این فکر کنه که خب چجوری این پیادم رو دفاع کنم. یکی از شاگردان من یه زمانی گفت وزیر 3-7 شاید که بعدش حالا اسب رو بیرون بیاره، که البته بعدش هم نمیتونه، بعدش فیل رو بیرون بیاره ببخشید، ولی سفید بازم قلعه بزرگ میره و میبره. حالا خودتون میتونید تحلیل‌های بیشتر رو انجام بدید. سیاه توی این بازی میگه چاره چیه و میاد به این فیل سفید حمله میکنه. میگه این فیل تو از این قطر بردار دیگه، این فیلی که سفید سفید داره و سیاه نداره، توی برتری دو فیل اصلش همینه، این فیلی که تو داری و حریف مقابلش رو نداره، مقابل این فیل باید یه فیل سفید روی وجود داشته باشه که سیاه نداره و همین باعث میشه که سفید برتری خوبی بگیره. خب اینجا چیکار میکنین؟ یا پاپس میکشین یا برنامه دیگه ای دارین؟ بازم ویدیو رو متوقف کنین و فکر کنین. مورفی میگه من تو کل زندگیم عقب نشینی نکردم. اون زمان شطرنج رمانتیک بود و بازیکن فقط حمله میکرد. شعارش این بود حمله حمله، اگر امکانش نبود باز هم حمله.
و با قربانی دادن و حمله کردن تکلیف بازی یه سره می شود. دفاع چندان جایی توی شطرنج نداشت. مورفی حمله سهمگینش رو اینجا آغاز میکنه و اسبش رو قربانی میده. سیاه مجبوره که بزنه، اگه نزنه یه پیاده داده و اسب هم اینجا خیلی اذیت کننده هست. وقتی میزنه با فیل میزنه و این دوتا فیل الان توی بازی دارن پادشاهی میکنن. سیاه مجبوره که اسبش رو بیاره بیرون، شاه رو بذاره اینجا. سفید قله میره با کیش. تا حالا تو عمرتون دیدین یارو قله بره با کیش، قله بزرگ با کیش، و سیاه کارش تمومه اینجا با این وزیر و فیل و اینها مات میشه. پس سیاه برای محافظت از شاهش اسبش رو میاره. ولی الان اگر دقت کنین یه آچمزی این ور وجود داره و یه آچمزی این ور. من آچمزی رو یک شمشیر برنده میدونم که کار رو برای حریف تموم میکنه و سفید اینجا همه مهره ها رو به حمله فرا میخونه و شاه خودش رو هم به جای ایمنی میبره. حرکت قلعه بزرگ رخ رو هم وارد بازی میکنه و شاه هم دیگه در یه جای امن و امانی قرار میگیره. خب سفید داره میزنه اسب رو، داره این اسب رو میزنه، داره اون اسب رو میزنه. سیاه مجبور یک مدافع دیگر رو هم اضافه کنه و اینجا اون جایی هستش که شاید این بازی رو تقریبا شروع میکنه تبدیل بکنه به بازی مشهور شب اپرا. و اینجا مورفی راههای زیادی داره. مثلا خیلی ها من که این بازی رو براشون چیدم گفتم مثلا رخو بذاریم دسه و رخا رو دو پشته کنیم که حتما این بازی رو میبره البته و سیاه دفاعی نداره، اما بهترین و زیباترین راه نیست. مورفی یه قربانی دیگر رو هم اینجا به حریف میده و رخ در اسب رو میزنه و میره برای شکار شاه. سیاه اگه با اسب بزنه وزیرش رو از دست میده، پس مجبوره که با وزیرم بزنه که بازم وزیرش رو میده، پس مجبوره که با رخ بزنه و سفید این یکی رخش رو هم وارد بازی میکنه و میخواد با دو زور این رخ رو بگیره و این اسب هم آچمزه اینجا. حریفان اینجا به این نتیجه میرسن که خب ما حالا رخو دادیم اشکال نداره، مات نشیم اینجا، حداقل این که داره این اپرا رو میبینه بذار سری ما رو نبره که آبرومون هم بره همینجا ماتمون کنه تو زیر 20 حرکت، بذاریم این وزیرا رو بیرون بندازیم. حالا اگه اینو بزنه خب من با اسب میتونم بزنم و مات نمیشم، با رخم بزنه من میزنم، این وزیرا رو عوض کنیم و بازی رو یه کاریش بکنیم. مثلا مورفی اگه بازیکن ساده‌ای بود اینجا اینو میزد، بعد اینو میزد، بعد با رخ اینو میزد، قطعاً هم بازی رو میبره. سفید دو تا پیاده جلوی شاه، سیاه هم هنوز ضعیف و برخاست‌هایی وجود داره، حمله های آسیاب هم سفید میتونه انجام بده، ولی مورفی اینجا میره و حریفش رو مات میده. ببینید میتونید مات رو پیدا کنید. سفید فیل در رخ میزنه، شاید بگید این چی بود، چرا این آچمزی رو برداشت. سیاه با اسب میزنه و اینجا مات در دو حرکت. سفید اینجا قربانی با شکوه وزیر رو میده و میگه وزیرم هم مال تو، همه چی مال تو. سیاه مجبوره بزنه، شاهی جایی رو نداره بره، با اسب میزنه و سفید با رخ ده هشت کیش شاه سیاه رو مات میکنه. فقط یه رخ و فیل براش مونده اما تونه شاه سیاه رو مات کنه. این بازی رو من از اون جهات براتون چیدم که توی شروع بازی خیلی مهمه که یه جاهایی جلوگیری کنید از اجرای ایده های حریف و اگر حریفتون اشتباه رو مرتکب شد سریع برین اون رو مجازات کنین. اگر سفید توی این بازی مثلا اسبش رو گسترش میداد، سیاه فیلش رو بیرون می آورد، سفید قلعه می رفت، سیاه هم قلعه می رفت، بعد از این اتفاقات شاید مثلا حالا اینا هم خیلی بد نیست ولی مثلا از ده هفت سفید یکم برتری داره ولی برتریش کشنده نیستش. البته بهتر اینه که اول این اسب رو بزنه، اینو از جریان بازی خارج بکنه، سفید مجبوره با این بزنه بعد اسبش رو بیاره اینجا و سیاه میتونه این بازی رو نگه داره. شاهش ایمن شد و اینجا اهمیت زمانه. یادتونه گفتم برتری ها دو نوعن، پایدار و ناپایدار. اینجا یه برتری پایدار سفید داره دو فیل، یه برتری ناپایدار داره برتری توی گسترش. سفید الان یه تمپ جلو افتاده، دو تا مهرش بیرونن، سیاه فقط یه مهرش بیرونه و میتونه یه حرکت دیگر رو بازی کنه و از این برتری گسترشیش استفاده کنه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و منتظر آموزش‌های بعدی این مجموعه هم باشین. اگه خوشتون اومد لایک رو بزنید، برای من نظرتون رو بنویسین و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. از شطرنج و زندگی لذت ببرید.